ما یه اتفاقای دیگه تو جامعهمون افتاده مثل مفاسد اقتصادی که من اینا رو نمیتونم هم وزن حجاب ببینم. الان کسی از من سوال کنه من نمیتونم بپذیرم و هضم کنم که روحانیت ما، حوزه علمیه ما، ائمه جمعه ما، علمای ما، مراجع تقلید، بزرگان، متدینین، مؤمنین نسبت به یه چیزی که امیرالمومنین برش فریاد میزده سکوت کنن، اما نسبت به یه چیزی که دین اینقدر بهش سخت نگرفته فریاد بزنن. اما در هر عرفی، در هر فرهنگی، در هر محیط اجتماعی قانون هست. مثلا حتی کشورهایی که ما اونها رو به عنوان مهد آزادی و لیبرالیسم تلقی میکنیم اینجوری نیست که هر کسی هر کار خاص بتونه بکنه. ولی خب اونجا الان هر کسی اگه هیچی هم نباشه میتونه بیاد بیرون. نه خیر، نه نه، اونجا قانون داره. اصلا اینجور نیست. وضعیت بانکداری رو چطور میبینی شما الان؟ افتضاح. نه اسلامی نه غربی. اگه غربی باشه لااقل من تکلیفمو میفهمم که وام برام بخوام برام بگیرم، وامم مثلا فرض کنید که نرخ سودش مثلا 4% فرضاً. اگرم اسلامیه که این اسلامی نیست، این وضعیتی که وجود اومده. مثلا فرض کنید 1,000,000 وام بخوام برای ازدواجم بگیرم، 2,000,000 برای مسکن بخوام بگیرم، پدرم در میاد، ماها باید برم بیام. همه میدونیم، هم من میدونم، هم شما، هم حاج حافظ شیرازی، که اگه پارتی نداشته باشم جور نمیشه. و بعد همون 2,000,000 هم که میگیرم هنوز 3 روز مونده به موعد سررسید پرداخت قسطش، بیچارم میکنن. بعد خود شما وام گرفتی تا بانک؟ نه، خواستیم بگیریم نشد. بدهکار بودیم سر مجله بستش. بعد طرف گفته که آره مثلا جور میشه ولی مثلا اینقدر شاهد بدید مسئول شدن رئیس شعبه. مردم از من آخوند توقع دارن که در مورد هر چیزی که خلاف شرع و خلاف قانونه صدام در بیاد، اعتراض کنم، مرد و مردونه بیستم و حرف بزنم.